از اولین ذرات کیهانی و ابرهای گاز جاذبه همه چیز رو به هم نزدیک کرد و اولین ستاره رو تشکیل داد. جاذبه ستاره ها رو به هم نزدیک کرد و کهکشان ها رو شکل داد و اونها رو به سفری طولانی در دنیای بی انتها فرستاد. اما زمان بود که همه دنیا رو به جلو می برد، شگفتی های بی نظیری خلق می کرد. چیزهای بی نظیری مثل برخورد دو کهکشان با هم، جاذبه قدرت خودش رو به رخ زمان می کشید. دنیا در حال تکامل بود با مرگ و تولد شگفتی هایی که خودش خلق کرد. We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution, about which we are only occasionally aware. جاذبه بزرگترین خالقه، سازنده دنیاها، اما در عین حال بزرگترین نابودگر هم هست. خستگی ناپذیر. وقتی ستاره ای 50 برابر خورشید ما در خودش فرو می‌ریزه، فشار بی اندازه جاذبه کل وجودش رو تبدیل به یک نقطه تاریک میکنه. سیاه چاله. اونقدر قوی که ستاره ها رو از هم میپاشونه. موادش رو از سطح ستاره جدا میکنه و به دور خودش میکشه. و این چرخش سریع ذرات به دور سیاه چاله، این جاذبه بی نهایت قوی، انرژی عظیمی رو از مرکزش به بیرون پرتاب میکنه. هرچند برای ما این امواج انرژی از سر تا سر جهان بی انتها قابل دیدن و تشخیصه، خود سیاه چاله هنوز برامون یک معمای پیچیده است. چرا که حتی نور هم از این جاذبه بی اندازه در امان نیست. در طول عمر یک ستاره جنگی بی توقف بین انرژی و جاذبه وجود داره. انرژی همه چیز رو از هم دور میکنه و جاذبه کنار هم نگه میداره. اما وقتی بالاخره انرژی تموم میشه، جاذبه پیروز میشه و ستاره با تابشی میلیاردها برابر درخشنده تر از خورشید در خودش فرو می‌ریزه. پایان یک ستاره.
اما دنیا هنوز ادامه داره و ستاره جدیدی از بقایای اون ایجاد میشه. چرخه‌ای که میلیون ها و میلیارد ها بار تکرار شده. پنج میلیارد سال پیش جایی شبیه به اینجا ستاره جدیدی ایجاد شد. ستاره‌ای که جاذبه از نزدیک و نزدیکر کردن ابرهای هیدروژن به هم تشکیل داده بود. ستاره‌ای که برای ما خیلی آشناست. خورشید. ستاره‌ای که جاذبه به دورش سیاره‌ها رو شکل داد. جایی که سیاره ما شکل گرفت. زمین. ذرات باقی مونده از تشکیل منظومه شمسی هر لحظه با زمین برخورد میکرد. و زمین جهنمی از مواد مذاب و سوزان تولدش رو جشن گرفت. قاره ها هنوز در حال شکل گیری و تغییر بودند. در سطح زمین آتش فشان ها فرمان روایان زمین بودند، بیرحم و مرگبار. اما در اعماق اقیانوس زندگی آغاز شد. آخرین یافته‌های دانشمندان نشون میده مواد شیمیایی که از آتشفشان‌های کف اقیانوس فوران می‌کرد شرایط رو برای ایجاد اولین سلول مهیا کرده بود. برای حدود 3 میلیارد سال سلول‌های ساده و میکروارگانیسم‌ها تنها و پیشرفته‌ترین شکل حیات تو زمین بودن. با گذشت زمان و از تکامل همین سلول‌های ساده، سایانوباکتری‌ها ایجاد شدند که با نور و آب اکسیژن تولید می‌کردند. اتفاق بزرگی که انقلاب اکسیژن رو در اتمسفر زمین رقم زد. انقلابی که کلید ظهور امپراتوری موجودات بود. با اکسیژن فراوونی که برای همه وجود داشت، موجودات شروع به نفس کشیدن کردند. اکسیژن به سلول‌ها امکان می‌داد بیشتر و بهینه‌تر انرژی تولید کنند و این افزایش انرژی کلید پیچیده‌تر شدن سلول‌ها. اما درست قبل از تشکیل موجودات پیچیده، زمین بزرگترین امتحانش رو برای حیات آماده کرده بود. سخت‌ترین یخبندان تاریخ زمین. اما حیات خیال تسلیم شدن نداشت.